من خواهش میکنم که از تمام دختر دار و بچه دار که اول دختر با بچه هم صحبت و هم دیگر رو فهمده معلومات گیرده با توی خواهش به شوهر بره. اکنون همین خیلی افسوس میکنم که همین خیلی شوهر دادیم هم پسر جورم گفته نباشم 20 بار رفته به شوهر کرده بود. این دعوت و توصیه یک پدری است که 9 سال پیش در پی یک عهد با دوست دیرینه‌اش خدا شد. این عهد باعث جدایی از دوستش شد. 2 سال پیش دختر میرزا عمر میرزایف از شوهر طلاق گرفت و دست خالی با 3 فرزند به خانه پدر برگشت. پدر هم امروز از آن افسوس می‌خورد که دخترش را صاحب معلومات نکرد و اختیار آیله‌دار کردن او را به دست خود گرفت. تقدیر جمعگل شبیه سرنوشت زنان زیادی خانواده های سنتی تاجیک است. او از حرف پدر بیرون نآمد و حتی امروز هم از او گله ندارد. تأکید میکند که اگر همسرش را از قبل میشناخت و میآموخت امروز با 3 فرزند در نیمه راه نمیماند. جهد و تلاش 2 ساله جمعگل برای گرفتن یک سرپناه از پدری فرزندان که کارمند یک نهاد قدرتی بوده است نتیجه نداد. وقتی یکم کودک مکدان سوز داد. هر چی بدن دیم کودکم واز بینشتن بدن تشید. بعد بیمار شدم در همین بلمیسه که بسیار کمی بیمار شدم همین اوچهشون که من دکرین کسالی در کنم نیست. این بورا با همین یک زمین داشتم اومش. همون را فروخت و راموزی بچه دیگه شد. بچه رفت و روش دیگه شد. گرکنی ارگان کشید. همین کودک ما تولد کردم. تمام دیگه رفت و روش دیگه شد. تو کسالی تو دیمی قبول از خود میشه. هر باری که مادر جان یه چی میگفت خوهر جان میگفت زنی فرقش نبود اپش میگفت میومد میزد میگفت که تن گشت اومدن تا مردنت بیبود ایو ده برخته بکش. پدر و مادر اکثرا در تصمیم گیری های مهم زندگی فرزندان زیاده روی میکنند که این به تاکید جامعه شناسان اگرچه با نیت خیر خواهانه است میتواند پیامدی خوبی نداشته باشد. دخترکی که هم دیروز مراجعه کرد که من به حالت بسیار سخت گرفتارم و میخوام که حتی به خودکشی راضی هستم. سبب پرسیدم که من رو به جوانی که دوست میدارم پدر و مادرم راضی نیستن که دیان. من گفتم خودت چی؟ دل خودت چی میگوید؟ خیلی من میگوید من انتخاب من است. این من دوست میدارم او را. تو او را میشناسی خوب از نزدیک میدانی. ها تقریبا یک 6 ماه یک سال شد مناسبت دارم. میدانم که بسیار جوان خوب است و چیز است. خیلی پس با پدر و مادر فهمان گفتم که این جوان خوب است. تحصیل دیده است. چون که هر یک پدر و مادر خوشبختی فرزند خودش را میخواهد. آنها هم از روی بدی من نمیکنند. اونها میخوان که در آینده مثل فرزندشون صاحبی خوشبخت گردد، صاحبی فرزند خوب داشته باشند و از همین حساب خودشون هم زندگی خوب داشته باشند. اونهای هم کم نیستند که نقشی فرمان فرمایی والدان و سیاست اونها را در زندگی خود مهم میدانند. فروخ ستاروف میگوید اگر سخت گیری و سیاست والدان نمی بود او امروز با شهادت نامه اعلای مکتب میونه در مهاجرت به کاری سنگین و سیاه مشغول بود. پدر مادر نمیخواد فرزند خود بدبخت بسازه که فرزند خود آیندهش تاریک کنه. مکتب میونه را ختم کردم و خواستم در روسیه روم، ولی پدر مادر من مرا نماندن که تو روسیه نمیره، ولی من مجبور کردم من در روسیه رفتم، ولی من مرا خواستن که تو معلومات عالی گیرم. بعد با مهاجرت برگشتن مرا مجبور کرد در دانشگاه داخل کنم. جامعه شناسان با اون تاکید میکنند که برای خوشبخت و موفق دیدن فرزند هر پدر و مادر باید قبل از همه جگربند خود را خوب شناسد، ارزش انسانی آنها را ارج گذارند و با دخالت ناجا زندگی آنها را تلخ نسازند.